وقتتان بخیر. به برنامه پس از خبر از آریانا نیوز با من بسیار جوی خوش آمدید. مرد نابینای افغانستان پس از 20 بعد از آوردن دو سند کارشناسی و یک سند کارشناسی ارشد از کانادا برای کار به افغانستان آمده است. الیاس امید که در جنگ های داخلی بینایی چشمانش را از دست داده میگوید، مکتب و چند دوره آموزش در دانشگاه های کانادا را با افرادی بینا سپری کرده و میخواهد پس از آن همچون آموزگار در افغانستان کار کند. آقای امید پیش از این در افغانستان مشغول فعالیت های حقوق بشری بوده است. احساس نمی کنی که نابینا باشد. کارهای زندگیش مدیریت شده است و دورنمای نزد خودش روشنتر و قابل دیدتر نسبت به دیگران. الیاس امید نام دارد. مرد 34 ساله و سرشار از امید. با چشمان نابیناش دو سند کارشناسی در رشته های جامعه شناسی و تاریخ و تعلیم و تربیت از دانشگاه در وکنور کانادا به دست آورده است. امید می گوید پس از دو سند کارشناسی با تازگی سند کارشناسی ارشدش را در رشته اداره و پالیسی عامه نیز از دانشگاه در تورنتوی کانادا اخذ کرده است. ملتی هستیم که از این روزگار که ای آید حال ما شده یا مشکلاتی که ما برش مواجه هستیم، ما حتما از این دنداب میبراییم. الیاس امید دید چشمانش را در جنگ های داخلی افغانستان از دست داده. هرچند در کانادا زندگی راحت تری داشته، اما به کابل آمده تا از آنچه آموخته با آموزگار شدن برای جوانان افغان انتقال دهد. اگر 1% آن بتانم که مسئولیت به بار بیارم، او را من در خدمت مردم خود، در خدمت جوان خود، در خدمت زن و مرد این ملک قرار میتم. این مرد پیش از این در افغانستان مصروفیت فعالیت های حقوق بشری و مدیریتی بوده، اما ازش پرسیدم که چگونه با چشمان نابینا مطالعه میکند. من این همی سافتویر در کامپیوتر خود دارم، چی در زمانی که لسانس اول خود گرفتم، در لسانس دوم گرفتم، با کمیسیون حقوق بشر کار میکردم، حالا که ماستری گرفتم چند وقت پیش، همیشه من با امی پروگرام تمام کردم. الیاس امید مرد است که شیبه هزاران معلول جنگ های دور و دراز افغانستان که هنوز امید برای پایان جنگ کشور دارد و آینده پر از پیشرفت و توسعه افغانستان. برای بحث بیشتر در این مورد آقای الیاس امید فعال حقوق معلولان در استودیو با ما هستند. سلام آقای امید، به شما خوش آمد به برنامه. تشکر از شما، زنده باشین. من خدمت شما سلام و از طریق شما به تمام ملت شریف افغانستان سلامت باشین. سلام های خدمت. آقای امید، در نخست بگوین که فکر میکنید علت چی است که نسبت به سالهای گذشته در این اواخر تعداد افراد معلول رو به افزایش است؟ تشکر. قسمی که ما آگاه هستیم، جنگای افغانستان و جنگای رو به افزایش افغانستان متاسفانه یکی از عوامل و یکی از عناصری است که معلولیت به بار میاره و امو رقم که معلولیت خودش از ایگلت گرفته شده و این جنگ ها متاسفانه تانسته که افراد دارای معلولیت افزایش بده و در پالیو از او به مشکلات دیگه که مرتبط به معلولیت است، یعنی از نتیجه یا از اثر معلولیت میتونه به وجود بیایه، او مشکلات هم افزایش پیدا کرده. دیگه یک از عناصر عمده و عوامل عمده افزایش معلولیت در افغانستان متاسفانه جنگایی است که ما به او صدچار هستیم. دیگه مسائل صحی هم میتونه که یکی از فاکتور باشه، مثلا طبابت ناکام یا بیکیفیت که او باعث میشه که طفل که به دنیا میایه داره یک معلولیت باشه یا یک امپیرمنت باشه. به اینی عوامل میتونه که معلولیت در یک جامعه افزایش پیدا بده و متاسفانه کشور ما افغانستان یک از دو کشورها هست. وضعیت معلولین فعلا در کشور چگونه است و حکومت وحدت ملی در قسمت بهبود زندگی معلولان از نظر شما تا امروز چه کارهایی را انجام داده؟ متاسفانه ما یک ملت جنگ زده هستیم، یک ملت هستیم که واقعا در هر حصه و در هر قسمت ما مشکل داریم، اما افراد دارای معلولیت از خود ظرفیت هایی داره، از خود توانایی هایی داره که باید او تشخیص شوه و فهمیده شوه و از او بسیار استفاده مؤثر میشه که کرد. دیگر در این قسمت حکومت وحدت ملی کارهایی که کرده کارهای خوب است، ولی بسنده و کافی نیست. مثلا من میتونم از یک کار حکومت وحدت ملی که البته حکومت پیش از این کار کرده که امضا کردن کنونسیون افراد دارای معلولیت است که خودش میتونه یک اقدام بسیار خوب باشه، اما ای که او باید عملی شود و جامعه عمل بپوشه، این بسیار مهم است و ما امروز در افغانستان
قوانین بسیار خوب داریم. قانون اساسی ما تضمین کرده تمام حقوق برای تمام اتباع و جمله افراد دارای معلولیت، اما این که چقدر رو جامعه عمل میپوشه این بسیار مهم است. با ما به عنوان فعالین و به عنوان کسایی که یک اندازه تجربه نزدیکتر از این موضوعات داریم، ما حکومت خود باید کمک کنیم و حکومت ما یک اندازه در قسمت سهم بگیره و فعال شوه، و اگر فعال است فعالتر شوه تا از این توانایی که در وجود افراد دارای معلولیت است، مثلا افراد داریم که ماستری دارن، افراد داریم پی اچ دی دارن، اینا میتونن در دانشگاه تدریس کنن، اینا میتونن در سیاست افغانستان سهم بگیرن، اینا میتونن که نمایندگی کنن از یک ظرفیت بسیار که او بر مردم افغانستان میتونه مفید واقع شوه. این حکومت ولایت ملی افغانستان میتونه کارهای در این زمینه بکنه و ما حاضر هستیم به هر شیوه و در هر ظرفیتی که باشیم با حکومت هم کار باشیم و حکومت خود این قسمت همکاری برسانیم. آقای امید، قسمی که در گزارش دیدیم که همچنان شما بینایی تان را در جنگ افغانستان از دست دادین، دقیقاً چند سال پیش شما بینایی خود را در جنگ از دست دادین؟ ما تقریبا 7 سال عمر داشتم که این معلولیت بر ما رخ داد. من نمیتونم اینو مشکل بگویم یا چالش بگویم، چرا که معلولیت قسمی که گفتم از علت است و این به اساس یک علت به وجود میآید. دیگه من 7 سال داشتم که حادثه بر من رخ داد و از او به بعد من دانستم که کارایی بکنم، چی در سطح شخصی یا فردی و جای داره که از کسایی که در این قسمت هم برای همکاری کردن، کمک کردن، تشکری کنم، چرا که من کارایی کردیم تنها مربوط بر من میشه یا تنها من دارنده از این هستم. همه چیزایی که من تا هنوز انجام دادیم و دوستا لطف میکنن، همکاری کردن، من از اونم تشکر میکنم و سپاسگزار هستم. گفته میشه که بعد از دست دادن بنایتان شما همچنان مهاجر شدین و رفتین کانادا و همچنان تحصیلات خودتان را در کانادا به پایان رسیدین و دو مدرک کارشناسی هم از دانشگاه کانادا دارین و فعلا در افغانستان آمدین که من حیث استاد در دانشگاه ها کار بکنین. بعد از آمدن شما در افغانستان، حالا که میخواین در دانشگاه استاد باشین، تدریس بکنین، چقدر شهروندان از شما استقبال کردند؟ ما یک ویژگی خاصه که ما مردم ما داره خوشبختانه، او میمانوازی و استقبال کردن است. ما بسیار به استقبال گرم مردم مواجه شدیم. جای داره که از مردم افغانستان از جهت بسیار تشکری کنم که مردم ما یک مردم سخت‌سر، یک مردم بسیار مقاوم، در این زمان میمانواز، غریب پرور و شجاع هستند. دیگه ما استقبال شدیم و قسمی که شما گفتین، ما تحصیلات خود در کانادا به تمام ادمام رساندیم و تمام کردیم، البته به دو دانشگاه مختلف که یکیش به نام UBC است که مقدار مشخص تر بگویم، دوستایی که در ونکوور کانادا یا در ونکوور بی سی زندگی میکنن ادمن او را میفهمن که یونیورسیتی بریتیش کلمبیا یکی از دانشگاه بسیار خوب دنیا است که تمام سهولت ها و تسهیلات در اوجه هست. من تانستم که البته لسانس اول خود در جامعه شناسی که بسیار علاقه دارم به جامعه شناسی او را و دوباره برم به دانشگاه لسانس دوم خود در تعلیم و تربیت بدست بیارم و یک مدت با نهادهای مثل یو این و ملل متحد و نهادهای بین المللی کار کنم و دوباره برم به تورنتو از دانشگاه رایرسن که وام در شهر تورنتو واقع شده. ما پابلیک پالیسی ادمنستریشن که اداره با پالیسی ها ما برش میگیم، ما بدست بیارم و باز هم وقتی که این موفقیت را بدست آوردیم، من بسیار میتونم به صراحت لهجه بگویم که تنها مربوط بر من نیست، از تمام مردم افغانستان است. من از امی افغانستان هستم و دلیلی که من به افغانستان آمدیم به خاطر ازی است که من میخوایم در افغانستان، این مهم نیست در کدام ظرفیت، یا استادی یا در هر ظرفیتی که باشه، کار کنم و بر مردم خود من چیزی که از دنیای اول یا از یک تجربه یا تجارب نزدیکتر از دنیای اول دارم، از یک زندگی دارم، او را برای مردم خود در اختیارشون بانو و بتانیم که مسئله بباره. در کانادا در جریان تحصیلتان آیا شما با کدام مشکلی هم مواجه شدین؟ بله، مشکلات هر کاری که ما در زندگی میکنیم او ادمن مشکل داره. هیچ کار در دنیا بی مشکل نیست، ولو که ما در غرب زندگی کنیم یا در شرق زندگی کنیم یا در جهان اول یا دو یا سه، اما چیزی که بسیار مهم است امو پشت کار داشتن است و وقتی که اگر ما پشت کار داشته باشیم، ما میتونیم به موفقیت‌های خوب برسیم. تنها البته این شعار باقی نمانه. پشت کار داشتن از خود عناصر داره و کارهایی باید صورت بگیره که ما را به موفقیت‌های برسانه. دیگه مشکلات یک نقطه را که شما اشاره کردین، که این نقطه را من زیاد سرش تاکید میخوایم بکنم، که او در افغانستان یا در کشورهایی که مثل افغانستان است، ما همیشه با یک مشکلی که مواجه میشیم همیشه کار خود را متوقف میکنیم.
از تلاش خود، از نیروی خود استفاده نمیکنیم، همیشه به این فکر میشیم که والا من نتونستم، این نشد، یا امکان برای من نیست یا ممکن نیست. دیگه به او اساس ما همیشه پیغام ما یا مشوره ما، پیشنهاد ما برای تمام جوانای افغانستان همیشه می بوده که از مقاومت بکنن، مبارزه بکنن. مشکلات هست، هیچ کار ما در زندگی، هیچ کار ما در زندگی به مشکل نیست. دیگه به او اساس ما میتونیم که موفقیت های زیاد به دست بیاریم، به شرطی که ما مشکلات را قبول کرده و پیش بریم. شما به عنوان یک فرد نابینا ایرا ثابت ساختین که هیچ مشکل در زندگی مانع از این شده نمیتونه که باعث پیشرفت انسان شوه، و فکر میکنید که از نظر شما برای بهبود زندگی معلولان و افراد اشخاص نابینا چه کارهایی باید صورت بگیره؟ خوی یک فاکتور عمده زیاد است، اما من خلاصه میگم چون که از افسلی بحث ما برنامه بالاست. یک نقطه دسترسی است که او را برای انگلیسی اکسسیبلیتی برش میگن. دسترسی او چیزی است که نه تنها بر افراد دارای معلولیت و بعد افرادی که معلولیت ندارن هم دسترسی یا اکسسیبلیتی بسیار یک فاکتور مهم در جامعه. او عبارت است دستیل فراهم کردن تمام موضوعاتی است که یک فرد ضرورت داره به خاطر به دست آوردن یک موفقیت. اگر ما نهادهای تعلیمی خوده یا نهادهای حکومتی خوده چی از نقطه نظر دسترسی فیزیکی او را برای افراد دارای معلولیت فراهم بسازیم، ما میتونیم که از قسمی که پیشتر گفتم از این نیرو استفاده شوه و از ظرفیتایی که در وجود افراد دارای معلولیت است استفاده شوه. و همین رقم ما دسترسی ذهنی داریم که ما از نقطه نظر ذهنی باید آماده شویم. اگر ما یک نابینا را میبینیم یا یک کسی که یک فرد دارای معلولیت است با او مواجه میشیم، اگر به این فکر شویم که ایران نمیتونه، او را این کار امکان نداره، طبعا که امی ذهنیت در وجود ما بزرگ میشه و ما هیچ وقت از این ظرفیتی که او افراد فرد دارای معلولیت و افراد دارای معلولیت داره استفاده نمیتونیم. در عین زمان این میتونه به خود افراد دارای معلولیت یک ضربه بسیار بزرگ و شدید روانی باشه که باعث میشه که او هیچ وقت سهم نگیره در کارهای اجتماعی، در کارهای سیاسی، در امورات مدنی سهم نگیره. دیگه به این اساس اگر ما از اکسسیبلیتی یا دسترسی فیزیکی و ذهنی شروع کنیم، ما نه تنها که افراد دارای معلولیت کمک میکنیم، ما میتونیم خانمایی داریم که به این مشکل مواجه هستن، امیر رقم با افرادی که دیگه در جامعه هستن ما میتونیم به اقلیت‌های توجه کنیم و این باعث میشه که ما یک جامعه پیشرفته و منور داشته باشیم. فکر میکنید که چقدر زمینه برای تحصیل برای افراد معلولین در داخل کشور و خارج از کشور مساعد است؟ در داخل افغانستان متاسفانه چون جنگ‌های افغانستانی باعث شده که تمام سیستمی که یا سیستمایی که در افغانستان است زیاد فعال نباشه، متاسفانه که یکی از او سیستم تحصیلی است به خصوص بر افراد دارای معلولیت، مثلا داشتن سافت ویر ها است، مثلا خط بریل است و موضوعات آدیو یا ویدیو، چیزایی که میتونه که افراد دارای معلولیت یا افراد دارای معلولیت بینایی را کمک کنه با موفقیت برسانه، ما متاسفانه نداریم. و دلیلی که من با خود داخل افغانستان هستم امی است که من با دانشگاه کابل، با وزارت تحصیلات عالی، با وزارت معارف و نهادهای دیگه که در این عرصه فعال هستن ممرشان همکاری کنم و برشان رهنمایی کنم و در این زمان پیشنهاد بتم که چی باعث میشه که ما بتانیم امو افراد دارای معلولیت شامل پروسه کنیم که او باعث موفقیتشان شود، چی تعلیمی باشه، چی سیاسی باشه و چی فرهنگی باشه. دیگه متاسفانه دانشگاه ما امو استانداردها یا معیارهای را پورا نمیکنه که او بتانه که افراد دارای معلولیت با موفقیت برسانه. درست است کارهای شده، ما دیدیم، شاید کتابخانه‌ای شده باشه که دوستایم برام گفتن، یا یک اندازه ذهنیت‌ها تغییر کرده، ولی به هیچ وجه این بسنده و کافی نیست. شما پیشتر در جریان صحبتاتون ذکر کردین که از کانادا آمدین برای خدمت به مردم افغانستان و همچنان گفتین که میخواین استاد باشین و امیدانسته هایی که خودتان از دانشگاه های کانادا آموختین گفتین که میخواییم که به قشر جامعه بجانن و محصلین انتقال بدین. شما که حالا از کانادا با کدام برنامه ها در افغانستان آمدین و میخواین چه کارهایی در برای افراد اشخاصی که مثل خودتان معلول هستن برشان انجام بدین؟ خب من اینو باید واضح بسازم که اول خب ما میخوایم که در هر ظرفیت کار کنم، تنها ما نمیخوایم که استاد مثلا باشم، ما میخوایم در ظرفیت های مختلف، در جای مختلف، در اداره، در حکومت، در هر جایی که مسئولیت به بار آورده میتونم، من میتونم که میخوایم که در اون رشته کار کنم و فعال باشم، این ضروری نیست که استاد یا به یک ظرفیت دیگه. و نقطه دومی که ما میخوایم که برای تمام مردم افغانستان
کار کنم، چرا که من درست است که یک معلولیت مدارم، ولی این معلولیت باعث نمیشه یا نشه که من محدود تنها برای افراد دارای معلولیت باشم و هیچ فردی که داره معلولیت است باید محدود به مو رشته و به مو معلولیت خود نشه که ما نمیخوایم به او شکل صورت بگیره. ما میخوایم بر افغانستان، بر مردم، چی در سیاست، چی در برنامه‌ای که ما پالیسی سازی داریم، چی در قسمت انکشاف، چی در قسمت توسعه و در مجموع در جامعه و چیزی که باعث شود او را ما را با موفقیت برسانه، ما میخوایم در قسمت سهم بگیرم و تجربه جهان اوله بر با مردم افغانستان تقسیم کنم. ما یک ملتی هستیم که پیروز هستیم، موفق هستیم. ای که یک مشکلی که بر ما آمده و به این جماع گیر ماندیم، ای بر ما تا آخر نمیمانه و ما میتونیم که از این موفقیت بیرون از این مشکلات بیرون بیایم و موفقیت های بسیار زیاد را نصیب خود بسازیم. حکومت چقدر زمینه کار را برای افراد معلولین مهیا کرده تا امروز؟ خب کارهای شده، کارهای خوبی است. من تا جایی که من در کانادام که بودم با دوستای خود یا با حکومت افغانستان مستقیم غیر مستقیم در ارتباط، مخصوصا در ارتباط حقوق معلولین یا افراد دارای معلولیت به تماس بودم. کارای شده، ولی قسمی که بیشتر گفتم بسنده نیست. ما بسیار شما میگین در قسمت زمینه کار برای افراد معلولین کارهای صورت گرفته، در حالی که بعضی از افراد معلولین همیشه شاکی بودند که هیچ زمینه کار حکومت تا امروز برایشان فراهم نکرده. چی کارهای تا امروز صورت گرفته در این زمینه؟ من میخوام امیدم خدمت شما بگویم که شاید افراد دارای معلولیت امروز 90% افرادی که ما در حتی 95% افرادی که دارای معلولیت در افغانستان هستند، اینا اول حکومت نتونسته که برای اینا زمینه تحصیل مساعد بسازه که اینا بتونن ظرفیت را انکشاف بدن و تحصیلات را به وجود به دست بیارن که اینا بتونن مؤثر واقع شوند و در ادارات مختلف کار کنند. و او افراد دارای معلولیت که یک اندازه تحصیل کردن یا از بیرون تحصیلات آوردن یا در اینجا تحصیلات کردن، حکومت متاسفانه نتونسته که کار انجام بده یا بر از اینا شغل را فراهم بسازه که اینا ظرفیت های خود یا توانایی خود به نمایش بگذاره و سهم بگیره در پروسه صلح، در پروسه بازسازی سیاسی و غیره و غیره. به او اساس کاری که شده بسیار ناچیز است. امی که شاید یک نهاد دو نهاد فعال شده باشه یا یک دونر در این قسمت پول داده باشه و حکومت همکاری کرده باشه، قسمی که پیشتر گفتم امضا کردن یک کنونسیون و بعضی ورکشاپ ها در قسمت آگاهی دهی، این موضوعات بسنده نیست. ما مشکلات بسیار زیاد داریم. حکومت بسیار میتونه در این قسمت سهم بگیره و خواهش ما به عنوان یک فعال مدنی همی است که حکومت در این قسمت باید سهم بگیره، از ظرفیت ها استفاده شوه و او افرادی که متاسفانه از تحصیل باز ماندن به دلایل مختلف، ای باید حکومت در این قسمت افراد دارای معلولیت همکاری کنه تا از این ظرفیت استفاده شوه و توانایی های به وجود بیاید تا ما بتانیم یک جامعه پیشرفته و منور داشته باشیم. افراد دارای معلولیت بعض وقتا شاکی بودن و گفتن که با مشکلات زیادی در زندگی، با چالش های زیادی در زندگی مواجه هستن و تا امروز از سوی حکومت به مشکلاتشان رسیدگی نشده. فکر میکنید که اگر در مشکلاتی که معلولین دارن و همچنان بعض معلولینی که در ادارات دولتی کار میکنن، حتی گفته میشه که معاش این معلولین به وقتش پرداخته نمیشه، اگر به مشکلات این معلولین رسیدگی صورت نگیره، فکر میکنید چقدر بالای ذهنیت این معلولین تاثیر منفی میگذاره؟ بله، بسیار سوال خوب. شما میفهمین که قسمی که بیشتر گفتم افراد دارای معلولیت در مجموع هر کسی که در ما در دنیا زندگی میکنیم از حقوق برخوردار هستیم و طبعا وقتی که با او حقوق دسترسی نمی داشته باشیم یا مانع ایجاد میشه و بخصوص مانع وقت ایجاد میشه که به اساس به خاطر یک دلیل یا به خاطر یک پدیده که ما با او زندگی میکنیم ای با وجود میآید، این باعث میشه که بر ما را بسیار ناامید و مایوس بسازه و این با ناامیدی و مایوسیت میتونه که ما را از مسیری که انتخاب کردیم، ولو که او عشق به وطن است، علاقه به وطن است، پیروزی است، موفقیت است، مثلا ساختن یا با وجود آوردن یک جامعه پیشرفته است، این باعث از این میشه که باعث نامیدی با وجود بیاید و دقیقا برای افراد دارای معلولیت هم این بسیار یک تاثیر منفی میگذاره و این باعث میشه که اونا امو علاقهشان کمتر شوه و خشم خشونت با وجود بیاید، یعنی خشم با وجود بیاید و یک رقم از حکومت خود فاصله بگیرن که مثلا ما در گذشته مظاهرات شد یا کارایی شد که او با شایسته یک فرد نبود، شایسته از این نبود که حکومت باید کار کنه. دیگه وقتی که ماشون پرداخته نشه در صورت که کار بکنن،
ای بسیار یک کار واضح و روشن است که باعث نامیدی و امی میشه که ذهنیت ها تغییر بکنه و ظرفیت ها پنهان بانه و توانایی ها به نمایش گذاشته نشه و نه تنها کو کار نشه. آقای امید، چالش ها و مشکلاتی که افراد اشخاص معلولین دارد، خواست شما در قسمت مشکلاتی که افراد دارای معلولیت دارن از حکومت چی است و پیامتان به اوید افراد اشخاصی که معلول هستند و همچنان امید خود به زندگی از دست دادن به اوید افراد چی است؟ اول که خب حکومت وحدت ملی باید قوانین را به امضا برسانه، چی پروتکل اختیاری است در سطح بین المللی و در سطح ملی. چگونه قوانین را باید به امضا برسانه؟ مثلا قوانینی است که هر وزارتخانه، نهاد تعلیمی یا نهادهای غیر دولتی دار حکومت اگر نفوذ داشته باشه، افراد دارای معلولیت باید اینو استخدام بکنن. البته استخدام افراد دارای معلولیت به اساس از اینه باشه که اونا معلولیت دارن، به اساس ظرفیت هایشان باشه و به اساس توانایی هایشان باشه. این به شکل یک چیز اجباری اگر صورت بگیره، به نظر من این میتونه که افراد دارای معلولیت شامل جامعه شوند، چرا که هر فردی که دارای معلولیت است اینا به یک چانس یا به یک اپورتونیتی، به یک فرصت نیاز دارند تا اینا بتونند که امو فرصت های به دست بیارن و توانایی خود نمایش بدن. یک طریقش امی است، یک کاری میشه که بسیار کوتاه پیام خودتان اشاره بکنید. بله، من میخوام که خب چیزی که من بر افراد دارای معلولیت میگم این است که زندگی ممکن است اگر ما بخوایم کوره ممکن بسازیم. این یک چیزی است که من در طول 27 سال مبارزه خود که ما تانستیم به دست بیارم که زندگی ممکن است اگر ما بخوایم که ممکن بسازیم، چرا که در آخر روز در فرجام کار زندگی به طرف ما نگاه میکنه که ما با زندگی چه رقم باشد الله میکنیم. تشکر آقای الیاس امید، فعال حقوق معلولان، از حضورتان و برنامه. تشکر. برنامه پس از خبرم در همین جا به پایان میرسه. وقتتان خوش، خدا نگهدار.